اولین مشاهده ناسا از زیر سطح مریخ. ناسا توانسته است به کمک فرودگر این سایت از اعماق سیاره مریخ اطلاعاتی تازه به دست آورد. این فرودگر به زیر سطح مریخ نگاهی انداخته و دریافته است که پوسته آن شامل سه لایه است. این اولین بار است که دانشمندان به طور مستقیم فضای داخلی سیاره غیر از زمین را نظاره می کنند. دستاورد تازه ناسا به محققان کمک می کند تا بدانند سیاره سرخ در ابتدا و در طول زمان چطور شکل گرفته و تکامل یافته است. فرودگر این سایت در سال 2018 با هدف بررسی ساختار داخلی سیاره سرخ روی سطح آن فرود آمد. افزایش سرعت سفر در فضا با کشف یک شاهراه جدید. به تازگی شبکه جدیدی از مسیرهای فضایی کشف شده است که استفاده از آنها میتواند سرعت سفر در منظومه شمسی را افزایش دهد. اخترشناسان میگویند فضاپیماها میتوانند با استفاده از این مسیر با سرعت بیشتری به نقاط مختلف منظومه شمسی سفر کنند. بررسی این مسیرها همچنین میتواند اطلاعاتی درباره اجرام فضایی که ممکن است به زمین برخورد کنند در اختیار دانشمندان قرار دهد. این مسیرهای فضایی متشکل از منحنی‌های به هم پیوسته هستند که از کمربند سیارک‌ها آغاز و تا آن سوی مدار اورانوس ادامه پیدا می‌کند. استفاده از این شاهراه فضایی می‌تواند مسیرهایی که به طور معمول پیمایش آنها صدها، هزاران یا میلیون‌ها سال طول می‌کشد، به اندازه چند دهه کاهش دهد. کشف یک گونه عجیب از دایناسور در برزیل. محققان آلمانی توانستند گونه جدیدی از دایناسور را در برزیل کشف کنند. این دایناسور که به ارباب نیزه مشهور شده، ویژگی‌های غیرعادی دارد. از ویژگی‌های این دایناسور می‌توان به وجود یک یال بلند از جنس خز و بیرون زدگی‌های میله‌ای شکل از شانه‌های آن اشاره کرد. این دایناسور که 110 میلیون سال قبل می‌زیسته، هنگام بررسی صفحات سنگ آهک در شمال شرق برزیل کشف شده است. فسیل کشف شده این دایناسور 50 سانتی متر است و ساختارهای میله آن که از جنس کراتین هستند هر کدام 15 سانتی متر طول دارند. این ساختارها قبلا در فسیل هیچ دایناسوری مشاهده نشده بودند. توانایی تارتنیدن عنکبوت‌ها در شرایط بی‌وزنی. آزمایش‌های علمی در ایستگاه فضایی بین المللی نشان داده که عنکبوت‌ها می‌توانند در محیط‌های بدون جاذبه نیز تار بتنند و برای انجام این کار تنها به نور نیاز دارند. زمانی که جاذبه‌ای وجود نداشته باشد، عنکبوت‌ها با استفاده از نور می‌توانند بالا و پایین را تشخیص دهند. این کشف زمانی رخ داد که مشخص شد ساختار تار تنیده شده توسط عنکبوت‌ها در محیط بدون نور حالت غیر طبیعی پیدا می‌کند. اما در صورت وجود نور، این ساختار در فضا هم مانند زمین خواهد بود. شناسایی 5 ژن اصلی مرتبط با نوع شدید کووید 19. محققان انگلیسی اعلام کردند 5 ژن اصلی در بدن انسان با شدیدترین نوع ابتلا به کرونا مرتبط هستند. آنها در این تحقیق به چندین داروی موجود در بازار اشاره کردند که می‌تواند مورد استفاده این افراد مبتلا قرار بگیرد. این محققان روی DNA 2700 بیمار بستری در ICU مطالعه کردند. آنها دریافتند که 5 ژن درگیر در دو فرایند مولکول ایمنی ضد ویروسی و التهاب ریه نقشی اساسی در موارد شدید ابتلا به کووید 19 دارند و علت ابتلای برخی افراد مبتلا به نوع شدید کووید 19 را توضیح می‌دهند.